سلام دوستان، خیلی سریع بریم بپردازیم به اخبار. اگه دوست داشتین پست رو لایک کن و تا انتها همراه من باش. خب همونطور که میدونید گاریدو سرمربی جدید قرمزا همراه دستیارانش بالاخره به ایران اومد. من تو ویدیوهای قبلی هم گفته بودم که به طور کلی مشکلی بر سر راه مجوز فعالیت گاریدو وجود نداره و در نهایت هم دیدیم که مشکلی نبود و گاریدو وارد ایران شد و امروز هم از ورزشگاه شهید کاظمی و امکاناتش دیدن کرد و مثل اینکه راضی هم بوده و خیلی هم برای شروع کار در جمع قرمزها انگیزه داره. حتی خودش هم گفت بی صبرانه منتظر حضور در مسابقات با پرسپولیس هستم و میدونم مردم ایران چقدر فوتبال رو دوست دارن. اما از اخبار گاریدو که بگذریم میرسیم به عبدالکریم حسن. خب تو ویدیوهای قبلی هم از پیشنهاداتی که حسن داره صحبت کردم و نمیخوام همون مسائل رو دوباره تکرار کنم. اما اینطور که پیداست تیمای عربی ولکن عبدالکریم نیستن و به صورت مرتب دارن با مدیران پرسپولیس مذاکره میکنن تا شاید بتونن اونها رو راضی به فروش عبدالکریم حسن بکنن. حتی طبق آخرین اخبار مثل اینکه یکی از باشگاه‌های خواهن عبدالکریم قرار چند نفر رو به ایران بفرسته تا به صورت مستقیم با مدیران پرسپولیس وارد مذاکره بشن. اما من تا این لحظه خبری مبنی بر تمایل فروش عبدالکریم توسط مدیران پرسپولیس به گوشم نرسیده. از اونجایی که پرسپولیس چند فصل بود که تو پست دفاع چپ ضعف داشت و بعد از مدت‌ها این پست با حضور عبدالکریم حسن تقویت شد و از طرفی هم با توجه به کمبود دفاع چپ خوب تو لیگ داخلی، من بعید میدونم رضا درویش اجازه جدایی عبدالکریم حسن رو صادر کنه. خبر بعدی هم ما درباره علی علیپوره. خب علیپور فکر کنم بازیکنیه که بیشتر از هر کسی من اخبارش رو اعلام کردم. تا همین چند روز پیش علیپور چپ و راست به طرق مختلف به باشگاه پیام میداد که آماده بازگشته. خلاصه بالاخره بعد از این همه پیام حسین بادامکی یه جلسه حضوری با علیپور داشت. اما انگار بعد از این جلسه کلن همه چی تغییر کرده و علیپور یه جورایی همش داره ناز میکنه. تو اون جلسه که گفتم قبلن هم در باش صحبت کردیم، علیپور یه پیشنهاد مالی سنگین داد که بادامکی تعجب کرد. حالا هم هر روز داره مصاحبه میکنه و میگه من پیشنهادات داخلی و خارجی زیادی دارم و فعلا باید فکر کنم و تصمیم نهایی رو نگرفتم. راستش به نظرم نه به اون همه پیغام و پسامش برای مذاکره و نه به این ناز کردنش. اما بریم سراغ اخبار آبی ها. خب همونطور که تو ویدیو قبلی هم گفتم وضع آبی ها اصلا خوب نیست و متاسفانه بازم اخبار بدی برای هواداره استقلال دارم. خبر اول در رابطه با حسین حسینیه. گویا باشگاه استقلال چندان مایل به همکاری با سید حسین نیست. حالا نمیدونم این به خاطر فشار از سمت نهادهای مختلفه یا داخل باشگاه با کاپیتان آبی ها مشکل دارن، اما به هر حال قطعا یه سری مشکلات وجود داره. اولا باشگاه استقلال هنوز هیچ صحبتی با سید حسین نداشته بابت تمدید قرارداد. دوما آبی ها در یه اقدام خیلی عجیب که قبلا هم صحبت ازش شد، رفتن با یه گلر خارجی بیکیفیت قرارداد بستن و هنوز هم به طور رسمی از این گنگکاری رونمایی نکردن. من نمیدونم چه باشگاهی با حضور سید حسین حسینی و خالد آبادی در خط دروازه میره دنبال جذب گلر خارجی. خلاصه اینکه شایعات مشکل باشگاه و سید حسین هر روز داره قوی تر میشه، تا جایی که حتی خود حسینی هم به باشگاه کنایه زد و یه استوری تو اینستا گذاشت که نوشته بود سخت عشق یه طرفه. به خاطر همین مسائله که من تو ویدیو قبلی هم گفتم که هوادارهای استقلال باید نسبت به این عملکرد مدیران باشگاه اعتراض بیشتری انجام بدن تا شاید این مدیرا و هلدینگ خلیج فارس به خودش بیاد. خبر بعدی که بازم هوادارا دوست ندارن در رابطه با فرشید باقریه. خب باقری که از زمان حضور نکونام در استقلال همواره زمزمه های بازیشش به جمع آبیا مطرح بود و چند بارم تا مراحل آخر این بازگشت طی شد اما نهایی نشد، حالا داره به صورت مخفیانه با آبی ها مذاکره میکنه. البته استقلال برای پست هافبک دفاعی یه بازیکن دیگه رو مد نظر داره و باقری اولویت دوم باشگاه است. اما اگه به هر دلیلی توافق با گزینه اول حاصل نشه، باید منتظر آبی پوش شدن فرشید باقری باشیم. راستش لیست خرید جواد نکونام هم به نظرم اصلا بالانس نیست. تو لیست نکونام یا اسمایی هست که شرایط جذب اونا خیلی خیلی سخته و حتی شاید غیر ممکنه، اما یهویی گزینه‌های دوم این لیست خیلی بازیکن‌های ضعیفی هستن که در سطح استقلال نیستن، مثل فرشید باقری. خلاصه که امیدوارم وضعیت آبیا تا روزهای آینده بهتر بشه.
تیکلری هم که خب میدونید بابی ها مذاکره داشته که با هم میریم میبینیم. اما قبلش اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی ممنون میشم این پست رو لایک کنی و بریم سراغ ادامه ویدیو. سلام عرض میکنم خدمتتون، اومده بودیم باشگاه استقلال، شایعه حضورتون بود، حالا رسیدین اینجا و قراردادم انگار امضا شد، صحبت میکنی؟ خب به نام خدا، خسته نباشید، میگم به شما ممنون که اومدین. خب نه هنوز قرارداد امضا نشده، اومدیم با باشگاه صحبت کردیم، ان شاء الله تا قرارداد البته نه واسه کارهای نهاییش تا حدودی که ما حالا میگم ان شاء الله تا یکی دو روز آینده مشخص میشه، ان شاء الله که هرچی خیر بشه. چند بخیر صحبتش بود که بیای دیگه امسال فکر کنم تموم شده کار دیگه. حالا این یکی دو ساله میگم که خیلی بحثش بود، میگم الان اومدیم با باشگاه صحبت کردیم، حالا به توافقات خوبی رسیدیم، ان شاء الله تا همین یکی دو روز آینده مشخص میشم. خیلی از بازیکن‌ها حالا این تلقی رو دارن که باید برای پیشرفت و حالا رسیدن به پله‌های بالا تو استقلال و پرسپولیس حضور پیدا کنن. چقدر با این حرف موافقی؟ خب قطعاً استقلال پرسپولیس دو تا باشگاه بزرگن، هر بازیکن آرزوشو که لباس این تیمو بپوشه، مثلا باشگاه استقلال که باشگاه بزرگیه، قطعاً اگه اتفاق بیفته بیام باشگاه استقلال با هدفهای بزرگ شخصی و تیمی میام، انشالله که هرچی خیر برای من و باشگاه استقلال. میدونی که سمت راست استقلال همیشه نقطه قوت این تیم بوده تو این چند سال اخیر، ولی خب این چند وقتی که الان افت کرده، میتونی دوباره اون سمت راست استقلال رو برگردی به روزای اوجه؟ خب حالا میگم که افتی نبود، حالا این فوتبال بالا پایین زیاد داره، انشالله میگم که قطعاً اگه بیام به باشگاه بزرگ استقلال با قدرت میام، این قول از همینجا به هوادارا و باشگاه میدم که اگه قرار دادم امضا شه با تمام وجودم میام که برای سربلندی پیران استقلال بجنگم. قبل از اینکه بیای با کسی مالا مشورت کردی؟ با بازیکنی، حالا مربی، کسی؟ خب من از بزرگترها مشورت گرفتم، داداشم، دوستان، خانواده، حالا مخصوصا از بزرگترای حالا باشگاه استقلال پرسیدم، خیلی راهنمایی کردن که بتونم بیام به این باشگاه بزرگ. امیدوارم که این اتفاق بیفته، میگم که طی این یکی دو روزه مشخص میشه، اگه که قسمت بود در خدمت باشگاه استقلال باشیم بتونم با تمام وجودم براش زحمت بکشم. استقلال و پرسپولیس و تیمای بزرگ خب خیلی واسه یه سری بازیکن‌ها سخته، فکر کنم از لحاظ روحی شرایط حضور رو داری، اون چی میگم بهش، روحیت آمادگی حضور توی تیم بزرگ رو داره؟ خب قطعا هر بازیکنی که باشگاهی بزرگ میاد باید خودش آماده تمامی چالش ها بکنه، منم آمادم که با تمام وجودم بیام بجنگم تا خودم رو ثابت کنم و بتونم به اون هدفایی که دارم برسم. به تیم ملی هم برسی؟ خب قطعا همینجوره، میگم که من با تمام وجودم میام که به هدفای شخصیم برسم، یه هدفای بزرگی دارم، امیدوارم که اگه این اتفاق افتاد بتونم به اون هدفام برسم. خیلی ممنون، مرسی، تشکر. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودید.